علم کشتی کند به جوینده، راه یابد به آفریننده. بله دوستان عزیز، از روز جهانی آموزش به تاریخ 24 جنوری سال روان در حال تجلیل شد که هنوز هم درس تحصیل برای زنان افغان یک رویا است. در این حال انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی آموزش، از طالبان خواسته است تا ممنوعیت‌های ظالمانه علیه دختران و زنان افغانستان و محدودیت دسترسی آنان به تحصیلات متوسطه و عالی را هر چه زودتر لغو کنند. انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، میگوید اکنون زمان آن رسیده تا به همه اقدامات تبعیض آمیزی که مانع دسترسی به آموزش می شود پایان داده شود. Now is also the time to end all discriminatory laws and practices that hinder access to education. I call on the de facto authorities in Afghanistan, in particular, to reverse the outrageous and self-defeating ban on access to secondary and higher education for girls. روز جهانی آموزش امروز در حال برگزار و تجلیل می شود که طالبان برای بیشتر از 490 روز مانع باز شدن مکاتب دخترانه در افغانستان شده است. ما خواستایشان بجا که ایمان در چارچوب اسلامی آمدیم و می خواهیم که برای سای خدمه ایدام بدین، اما نمی فهم که امارت اسلامی چرا امیدهای ما را میشه زیر پای میکنن، چون اگر بچه حق تحصیل دارن دختران هم حق تحصیل دارن. طالبان در حال حاضر در مقابل انتقادهای متعدد جهانیان و حتی کشورهای اسلامی گوششان را بکری زدند و نمیخواهند تا درب مکاتب و دانشگاه ها را بروی دختران افغان باز نماید. No, I think most of the Muslims in the world would disagree with that. This is foreign to Islam to say that you would deny half of the ummah in women education. نظیره بگوید، یک جای دیگه بسیمه بگوید، یک جای دیگه ملکه بگوید، بی بی گل بگوید و ببینین که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا، در پاسخ به درخواست شماره از افغانهایی که خواهان نشر زمایم پنهان توافقنامه دوحه بودند، نسخه از این توافقنامه را در اختیار آنها قرار داد. از سوی دیگر منتقدان میگویند که مردم خواهان نشر زمایم پنهان توافقنامه هستند، نه چیزی را که قبلا نشر شده است باز نشر نموده که به انتقاد شدید افغان ها مواجه شد. در این حال قبل از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا در پاسخ به یکی از سوالات من گفته بود که نظام افغانستان هیچگاه تسلیم طالبان نمی شود تا یک بار دیگر درب مکاتب و دانشگاه ها برای شاگردان بسته شود. اما خوشبینی رئیس جمهور بایدن و امریکا غلط ثابت شده و با به قدرت رسیدن دوباره طالبان، نه تنها این که مکاتب و دانشگاه ها مسدود شد، بلکه دروازه های کار نیز برای زنان بسته شد. و طالبان هر روز یک محدودیت جدید را بالای زنان تحمیل می کنند که به باور بنده ختم آن روز با سالهای اول حکومت طالبان می رسد. Any message for Afghan women, Mr. President? I'm from Afghanistan. I'm Afghan suffered woman. Any message, good message for Afghan women in future because they have achievement. They are really concerned about their achievement. They are very concerned with good reason. When I was in Afghanistan, I've been there a number of times. جو بایدن گفت من در افغانستان چند بار سفر کرده بودم. ما به یاد دارم وقتی که در بیرون صنف درسی یکی از مکاتب با شاگردان ملاقات کرده بودم، راستی ساختار ساختمان مکاتب افغانستان متفاوت تر از اینجاست. آنها یک میدان مثل میدان بازی در بین مکتب دارند و در اطراف آن تعمیرهای یک منزله قرار دارد. ما به یاد دارم که با یک گروه از شاگردان مکتب که دختران جوان شاید 14 یا 15 ساله بودند گپ می زدم. قطار از شاگردان داخل صنف بودند و گروه نیز از بالای صنف آویزان بودند. شما در آن مورد می دانید. من با آنها گفتم که می دانید امریکا اینجا آمده بود که متیقن شود تا بن لادن را از بین برده و ترورستان بار دیگر قادر نشوند که بالای کشور ما حمله نمایند و ما باید اینجا را ترک کنیم. اما دختر جوان برایم گفت که شما نمی توانید ترک کنید، شما نمی توانید اینجا را ترک کنید، لطفا. این بسیار برایم ناراحت کننده بود. او باری دیگر تکرار کرد که شما نمی توانید اینجا را ترک کنید، چون من می خواهم در آینده I'll never be able to be a doctor.
Well, that's why we spent so much time and money training the Afghan security forces to do the work of defending it. If everyone wants to do it, we can do it. So, yes, I'm working. ای کاش ادامه می دادید. و بالاخره رئیس جمهور در آخر سوال من گفت بله من در جریان نگرانی های آنها هستم. در گذرگاه زمان عشقامی می رن رنگ ها رنگ دگر می گیرند و فقط خاطره ها چه شیرینند چه تلخ دست ناخورده به جا می مانند. ای کاش ایالات متحده امریکا به تعهداتش برای اطفال افغانستان که حالا جوانان و آینده سازان افغانستان است و امیدهای زیاد دارند پابند می مانند. نظیر عظیم کریمی، NK Media، کاخ سفید، واشنگتن دی سی.